دانش آموز چرا بعضی رفتارها را انجام میده، معلم چرا بعضی از رفتارها را انجام میده، و این دوتا با شناختی که از تئوری انتخاب پیدا میکنن چطور میتونن کاری بکنن که مدرسه مدرسه بهتری بشه، دانش آموزها بهتر تکالیفشون رو انجام بدن و هر دو از اینکه در مدرسه هستن احساس بهتری داشته باشن. پس این چهار تا حوزه، حوزه های اصلی کاربرد تئوری انتخاب هستش، حوزه خانواده، ازدواج، کار و مدرسه، که ما در مورد هر کدوم از این قسمت ها به صورت جداگانه و مفصل توضیح خواهیم داد. اگر شما از مردم دنیا، از اطرافیانتون، از اقوام، بستگان، همکاران، دوستان سوال بکنید که حالتون چطوره، معمولاً جوابهایی که میشنویم اینه که حالم خوب نیست، احساس بدبختی میکنم، احساس فلاکت میکنم، احساس میکنم زندگی خوبی ندارم، و از این کلمات زیاد مردم استفاده میکنن. پس اگر این رو از مردم بپرسیم معمولاً چنین جوابهایی میشنویم. و جالب اینجاست اگر سوال بپرسیم علت این بدبختی و فلاکت چیه، معمولاً علت رو در بیرون از خودشون معرفی میکنن. یعنی اگر از یک آقای بپرسیم علت مشکلات چیه، میگه همسرم. اگر از همسرش بپرسیم میگه شوهرم باعث این بدبختی و فلاکت منه. اگر از معلم بپرسیم چرا در کلاس درس حالت خوب نیست، علت رو دانش آموز میدونه. اگر از دانش آموز بپرسیم میگه معلمم علت این احساس بدبختی و فلاکت منه. از کارمند، کارفرما، از افرادی که در جامعه هستن، از هر کسی بپرسید، معمولاً علت این احساس بدبختی و فلاکت رو در بیرون از خودشون معرفی میکنن. اما از نظر تئوری انتخاب علت مشکلات در درون خود ما هست. یعنی ما خودمون تمام کارهایی که انجام میدیم رو انتخاب میکنیم. احساس بدبختی، احساس فلاکت یک رفتاره و تمام چیزی که از ما سر میزنه یک رفتاره و این رو ما خودمون انتخاب میکنیم. یعنی اگر من احساس بدبختی و فلاکت میکنم، این احساس رو خودم انتخاب کردم، نه اینکه دیگران این احساس رو به من داده باشن. و تنها چیزی که من از دیگران میتونم بگیرم یا در واقع محیط به من میده اطلاعاته. یعنی اگر من معلم در کلاس درس احساس بدبختی و فلاکت میکنم و این علت رو در رفتار اشتباه دانش آموز میدونم، باید بگم که دانش آموز احساس بدبختی رو به من نداده. دانش آموز صرفاً اطلاعات به من داده و این خود من بودم که این احساس رو انتخاب کردم. یا در رابطه ی زن و شوهر، اگر مردی ادعا بکنه که همسرش کاری کرده که خشمگین بشه، باید بگیم که همسرش خشمگین شدن رو به این دیکته نکرده. همسرش فقط یک سری اطلاعات داده و خود این آقا بوده که با تفسیر این اطلاعات در واقع احساس بدبختی و فلاکت رو انتخاب کرده. این خیلی مهمه. لطفاً به تک تک کلماتی که در این اسلایت ها دارم میگم خوب دقت بفرمایید. تمام کارها رو خودمون انتخاب میکنیم و تنها چیزی که از محیط دریافت میکنیم اطلاعاته. یعنی من از محیط یک سری اطلاعات دریافت میکنم و خودم تفسیر میکنم. یعنی یک جا حرف یک نفر رو به گونه ای تفسیر میکنم که عصبانی و خشمگین میشم و یک جای دیگه همون حرف رو و شبیه به همون حرف رو به گونه ای تفسیر میکنم که عصبانی نمیشم. مورد بعدی اینه که افکار و اعمالمون رو به صورت مستقیم انتخاب میکنیم. ما در تئوری انتخاب تأثیر مستقیم داریم روی افکار و اعمالمون. یعنی که من چه فکری میکنم و چه کاری دارم انجام میدم رو اینها رو به صورت مستقیم انتخاب میکنم و احساسات و فیزیولوژی رو به صورت غیر مستقیم. ما این چهار تا مؤلفه فکر، عمل، احساس و فیزیولوژی رو در قسمت‌های بعدی به صورت کامل به شما معرفی می‌کنیم و می‌گیم هر رفتاری که از آدم سر می‌زنه این چهار تا مؤلفه رو داره. افکار و اعمال به صورت مستقیم انتخاب میشن و احساسات و فیزیولوژی هم به صورت غیر مستقیم. پس اگر من احساس بدبختی می‌کنم، احساس فلاکت می‌کنم، این در نتیجه رفتار و عملیه که خودم انتخاب کردم و تأثیر مستقیم داشتم روش. یعنی خودم این فکر و عملی رو انتخاب کردم و انجام دادم که این منجر به احساس بدبختی شده. یا سردردی که تجربه میکنم نتیجه افکار و اعمالیه که خودم انتخاب کردم. این خیلی مهمه. پس ما روی افکار، اعمال، احساس و فیزیولوژی تأثیر گذاریم و اینها رو خودمون انتخاب میکنیم، اما فکر و عمل رو به صورت مستقیم و احساس و فیزیولوژی رو به صورت غیر مستقیم انتخاب می‌کنیم. در تئوری انتخاب ما کنترل بسیار زیادی روی زندگی خودمون داریم. یعنی تئوری انتخاب این باور رو داره که انسان‌ها کنترل دارن روی زندگی خودشون و این میزان کنترل بسیار بالاست. اینطور نیست که یک نفر من رو عصبانی بکنه، یک نفر من رو خشمگین بکنه
و من بگم که کنترلی روی رفتار خودم ندارم و دوستم یا همکارم من رو عصبانی کرد، من رو خشمگین کرد. اینجا من رفتارم رو خودم انتخاب کردم و کنترل بسیار زیادی هم بر زندگی خودم و رفتار خودم داشتم. پس اینکه ما چه کاری انجام میدیم به خاطر رفتار دیگران نیست، به خاطر انتخاب‌های خودمونه و ما